این مدل پمپایی که داری میبینی اینا تکشه، اینا هم دوبلشه، پمپای دنده یا همون گیر پمپا. میخوایم ببینیم اینا چی داره میگذره داخلش و چطوری کار میکنه و مهمتر از همه اینا رو چطوری میتونیم تعمیر بکنیم. قبل از اینکه شروع کنم با این مدل پمپ وسطی، خوشحالم میکنی که همین الان سابسکرایب کنی کانال و لایک این ویدیو هم به من دلگرمی میده. بریم شروع کنیم. خب برای شروع کار از این شروع میکنیم چون احساس میکنم خودش این از همه جذابتره. ابزارامونو میندازیم وسط ببینیم چی احتیاج داریم از اینا. مثلا خب این قسمت کف کارشه، یه بدنه معمولا حالا یا شدنی یا آلومینیومی داره که این مدل آلومینیومیشه. معمولا هم اینا رو آلومینیومی میزنن، اما مدلای دیگه‌اش هست مثل اینا، یه کمی قضیه متفاوته، وزن بیشتری داره، درسته این سایزش بزرگتره اما کلن بدنش فرق میکنه. این سر تهش آلومینیومی اما این چدنیه. این تفاوتیه که دارن، اما نمیشه گفت که کدوم بهتره. این پمپ الان خراب شده، معمولا میشنویم که میگن پمپمون بازدهی بالاتری نداره. خب الان میخوایم عوضش کنیم ببینیم که توش چه خبره. برای باز کردنش ما قبلا این پیچش رو شل کردیم، پیچای پایینیشو، و با دست باز میکنیم اگه نره. من به همیشه به آقا امیر میگم اینا رو موازی باز کنیم، اما شما موازی باز کنید بین من، یعنی یه دونه این یه دونه این، بعد برید سراغ اون دوتا. خب این یکی هم که باز کنیم خیلی آروم کفشک پایینی رو که در بیاریم. واو این قسمت پایینش، میگن اینجاها باعث میشه که مثلا یه صدای عجیب غریبی از پمپ میاد. این قسمت اورینگاشو دقت کنید، الان این فاصله ای که داره، خب اینا استاندارد نیست، این فابریک باید باشه، اینا رو گذاشتن که مچ بشه و جایی برای فرار روغن یا ورود هوا به داخل بدن این پمپ نباشه. این وضع خیلی سبکی داره، گفتم چون آلومینیومیه، آلومینیوم جزو فلزات سبکیه که خب خیلی خوش تراشه و بهترم فرم میگیره، و به خاطر وزن کمش توی پمپای گیر پمپ یا پمپای دنده ای میبینیم که استفاده میشه. خب یکی از دلایلش همینه که این پمپ خراب شده. این قسمت رو میتونیم عوض کنیم، حالا جلوتر بررسیش میکنیم. اینا رو فعلا میذاریم کنار، پیچامون هم به همین صورت. میرسیم به این قسمت، پیچاشو که در بیاریم میبینید 4 تا پیچ برای مچ کردنش داره. اینا رو که بذاریم کنار، و البته پیچ مهره شافتشو باز کنیم به این صورت. اینجا قسمت اصلیه، مهمترین اتفاق پمپ داره توی این قطعه میفته، به این میگن پلیت بالایی، و اون یکی هم پلیت پایینی بود. اما اینجا یه عینکی داریم، خوب دقت کنید به این. موقعی که ما اینو باز کنیم یک توضیحی بدم، قسمت بالایی و پایینی رو نیا کنید، شباهت های خیلی زیادی به هم دیگه دارن. کفشک های سراتهی هی هنگ که آلومینیومیه و این اورینگا باعث آب بند شدنشون میشه. اوکی؟ پس اینا یکی از عواملیه که ما اول از همه باید بررسیش کنیم. اگه خراب بشه اینا باید عوض بشه، چون بعد یه مدتی دفرمه میشه و حتما باید اینا تغییر پیدا کنه. پیشنهاد من به شما اینه، وقتی خواستید پمپتون رو تعمیر کنید یا باز کنید توسط ما یا توسط خودتون، حتما اینا رو عوض کنید. خب اینا رو که بذاریم کنار، میرسیم به هسته مرکزی این پمپ. ببینید چرا بهش میگن گیر پمپ؟ به خاطر این چرخ دنده هایی که داره، یکیشون دنباله شافت قرار گرفته که این عینکی بالاشه. چرا؟ یه چیزی مثل قابلمه‌ای هم بهش میگن، چون این داخل این قسمت قرار میگیره که تو پمپای کارتریجی این حالت بادامکیه که قبلا ویدیوشو گرفتیم، میتونید کلیک کنید برید ببینید. خب اینی که بذاریم کنار، یک قسمت دیگه هم داره دیگه، چون این دوتا در کنار هم دیگه، نگاه کنید اینطوری که کار چرخش رو انجام میدن، یک حجم مشخصی روغن. از کجا میفهمیم حجم مشخصش چقدره؟ از حجم داخلی این قسمت. این قسمت هر چقدر که حجمش باشه پمپمون مشخص میکنه 6 لیتر، 4 لیتر، 2 لیتر یا کمتر. این پمپ 3 لیتره. اوکی؟ پس از اینجا میتونیم تشخیص بدیم. حالا موقعی که این چرخش میکنه،
یک حجم مشخصی روغن از فضای مخزن از این قسمت، یعنی از این پورت، این اینجا قرار گرفته دیگه، این داخل اینه، اوکی؟ از این قسمت میاد روغن وارد میشه. چرا؟ چون یه خاصیت مکش، یه قدرت مکشی به وجود میاد، از این قسمت کشیده میشه و از قسمت پشت که اینجاه توی پورت دوممون روغن خارج میشه و میرسه به سایر اجزای سیستممون. پس کار مکش توسط دو تا چرخ دنده انجام میشه که این چرخ دنده های داخلی یکی از مدل پمپ های دنده ایه. نکته مهم چیه؟ این کار مکش توسط اینا انجام میشه، به این دلیله که بهش میگن گیر پمپ. و قسمت سرتاش دو تا عینکی داره که باعث میشه که کمترین تراکم یا تولرانس داشته باشه این قسمت. به این صورت نگاه کنید، یه طوری مچ میکنه که حرکتی خارج از محفظه خودشون نداشته باشن و آب بند میکنه قشنگ پمپ دنده‌ای ما رو. حالا چرا این خراب شده؟ این قسمت رو که فهمیدیم کامل میذاریم کنار، میرسیم به این قطعه. این داخل رو اگه شما ببینید یک سری خط و خش داره، میبینید؟ این خط و خش ها باعث میشه که جا برای فرار روغن به وجود بیاد. به عنوان مثال مثلا میگم یک حجمی از دبی این کاهش پیدا میکنه، به این دلیله که میگن پمپ به اصطلاح این قسمت گشاد کرده و باعث میشه که از حالت فابریک در بیاد و اینجا یک دهم میلم کم بشه، باعث میشه که حرکت های این قسمت روش، به عنوان مثال بگیریم، خب چه اتفاقی برش میفته؟ باعث میشه که یه حجم مشخصی روغن از این کنارا فرار کنه و این باعث میشه که بازدهی پمپمون به مراتب کمتر بشه. چطوری میتونیم تعمیرش کنیم؟ اگه باز کردیم دیدیم این قسمت داخلی سالمه و خط و خشی نداره، موردی نداره، این چرخ دنده هاشو چک میکنیم، نباید مشکلی داشته باشه. یه بار دیگه نگاه کنیم، باید ترتمیز باشه که این الان مشکلی نداره، شافتش هم سالمه، خوردگی نداره و میتونیم به الکتروموتور کوپلش کنیم یا حالا هر قسمتی. و اما اینا هم مهمه که سطح صافی داشته باشه، چیزی که الان روی این پمپ نمیبینیم عینکی‌ها. این قسمت باید سطح صافی داشته باشه زمانی که این بالا قرار بگیره. خب حالا نکته این مهم داستان چیه؟ برسیم به این قسمت. این سطح اگه صاف بود و هیچ مشکلی نبود، فقط این اورینگاشو برای آب بند عوض میکنیم و دوباره میبندیم و کار میکنه. اما نکته مهم داستان چیه؟ 70% پمپا معمولا از این قسمت ها خراب میشن. این قسمت ها بهشون میگن این سیلندر داخلی، این جاییه که توش چرخ دنده های ما حرکت میکنه. اگه یکم خط و خش داشته باشه از اون حالت استاندارد در میاد و چون ما چاره ای برای درست کردن این نداریم و گشاد شده سیلندر داخلیمون، باید پوستر رو عوض کنیم یا پوستر رو عوض میکنیم. به این دلیل که حالا خب چون به صرف است میایم کلا یه دونه پمپ نو میبندیم. حالا برسیم به یه مدل دیگه، یعنی مدل دوبلش. خب پمپ دنده ایمون رو میذاریم کنار، تمام تشکیلاتش رو، میرسیم به یه پمپ دیگه. این پمپ دوبله، همون پمپ، دقیقا همین مدل، یه طبقه اضافه شده، شده دوبل، اوکی؟ به این میگم پمپ دوبل. برای کجا استفاده میشه؟ دقیقا همون کار. برای یه جاهایی احتیاج داریم جکمون، به عنوان مثال جک هیدرولیکمون، یه کورسی رو آروم طی کنه یا با سرعت بیشتری یه جا با فشار بیاد، یکی از پمپامونو فدا میکنیم و کار فشار رو انجام میده، اون یکی کار سرعت رو انجام میده، مثل پرس های کارتون یا کارخونه های کارتون سازی، تا یه قسمتی جکمون آروم میاد بعد سریع حرکت میکنه این توسط این پمپا و باعث میشه که انرژی زیادی هم اتلاف نشه. این پمپ دقیقا همونه ساز و کارش. میخوام براتون بازش کنم، اما توی ویدیوهای آینده اگه براتون جذاب بود. پس کامنت بذارید که این پمپا به نظرتون چطوریه ساز و کارش. یه نکته خیلی مهم که آیا این پمپا از لحاظ ساختاری فرق میکنه با اینا یا نه، دوتاشو برشن گذاشتن رو هم. راجم این پمپای دوبل یه ویدیو کامل بگیرم توضیح بدم، همین مدل هم کارتریجی. اگه دوست داشتید کامنت بذارید و سابسکرایب کانال یوتیوبم یادتون نره. دمتون گرم، مرسی، خدا نگهدار.